روزهای دهم و یازدهم بهمن ماه سال 1402 تمام مغازه‌داران و کسبه شهرستان سمیرون برای حکم ناعادلانه 4 زندانی سیاسی اعتراض کردند و تمام مغازه‌ها را بستند. الان حدود 60 نفر و 70 نفر هستیم. حساب‌های ما را بستن حدود چند ماه است و ما را اذیت می‌کنند و هیچ مسئولی پاسخگو نیست. دادستان شهر می‌گوید به زرقام اسدی بگویی تا حسابتان را باز کند و هیچ مسئولی جوابگو نیست. با درود بر مردم سمیرون، همشهری‌های گرامی، همانطور که می‌دونیم چند مدت پیش مغازه‌داران سمیرون برای جلوگیری از اعدام فاضل بهرامیان و مهران بهرامیان دو روز اعتصاب کردند. جمهوری اسلامی حساب‌های بانکی 60 تا 70 مغازه‌دار سمیرونی را مسدود کرد. امروز ما اخباری دریافت کردیم مبنی بر این که این حساب‌های بانکی هنوز مسدود است و جمهوری اسلامی باز شدن این حساب‌های بانکی رو مشروط بر تعهدی کرده که این مغازه‌داران تعهد کنن دیگه اعتصاب نکنن، دیگه تظاهرات نکنن، بر علیه جمهوری اسلامی هم فعالیت سیاسی انجام ندن. بر اساس اخبار رسیده این مغازه‌داران جلوی جمهوری اسلامی ایستادگی کردند و چنین تعهدی هنوز ندادند و بنابراین حساب‌های بانکیشون همچنان مسدود است. در ضمن به ما خبر رسیده که شهروند سمیرونی محمد ساعدی و دیگر شهروند سمیرونی سعید آقای مقامی برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی دستگیر شده و در اسارت جمهوری اسلامی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. باز شدن حساب‌های بانکی مغازه‌داران، آزاد شدن زندانیان سیاسی به کمک و همت ما مردم می‌تونه صورت بگیره. بیایید تلاش کنیم، مبارزه کنیم، اعتراض کنیم. در خیابان‌ها و میادین سمیرون تجمع کنیم، از مغازه‌داران پشتیبانی کنیم. این مغازه‌داران برای جلوگیری از اعدام شهروندان ما اعتصاب کردند. جمهوری اسلامی حق نداره حساب بانکی مغازه‌داران رو مسدود بکنه. این مسئله معیشتیه. جمهوری اسلامی حق نداره امکانات نان آور خانواده ها رو ازشون بگیره. جمهوری اسلامی حق نداره نان رو از سفره مردم فقر سوخته ایران و سمیرون بدزده. و ما مردم سمیرون میتونیم جمهوری اسلامی رو مجبور کنیم که زندانیان سیاسی رو آزاد کنن و حساب‌های بانکی این مغازه‌داران رو هم باز کنن. بیایید از مغازه‌داران پشتیبانی کنیم، از زندانیان سیاسی پشتیبانی کنیم، از خانواده‌های اعدامی‌ها، از خانواده‌های زندانیان سیاسی پشتیبانی کنیم. سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران.